خب، یک سلام گرم پر از محبت، پر از صمیمیت برای تمام مادرای عزیز، خانمای نهایت گرامی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خانمای عزیز و مادرای نهایت گرامی. خوی ویدیوی من در باری کسایی هستند که سزیرین شدن و بر ما چندین مسج آمدن که به تکلیف هستند زوجور نمیشن. پیش از اینکه درباره ازی صحبت کنیم، شما برین یوتیوب چینل ما را سابسکرایب کنین، زنگوله را بزنین تا که ویدیویی که مجبور میکنم و شما را حاجتتر خبر کنم و به شما یک سیگنال بدم. خب مادرای عزیز، کسایی که اگر سزیرین نکده کوشش کنین که سزیرین نشین، یعنی عملیات نشین، طفل از روی شکم گرفته نشه، طبیعی طفل به دنیا می بهتر تر است. زیادتر کسایی که طاقت درد نداره یا طفلشان کج می باشه، به فرق نمی باشن، یا که رود همی نافشان در دور گردنشان تاوتادگی می باشه و ولادتشان مشکل میشه، آنها سزیرین میشن، یعنی از روی شکم عملیات میشه، چون طفل ولادتش مشکل میشه و خطر جانی به مادر و به طفل هم داره، یا که طفل به افقی می باشه، به فرق نمی هم مشکل می باشه، یا وزن طفل بسیار بالا می باشه، یا که از وقتش زیاد دیر میشه و وقت طفل پوره میشه، هم به مادر خطر داره هم به طفل خطر داره، یا که انسولین زیاد میگیرن کسایی که شکر داره، یا دوای زیاد میخورن طفلشان سق نشه یا طفلشان کدام نقصان نبینه. مطابق نظریات دکتر آنها سزیرین میشن، یعنی عملیات میشن. خب مادرای عزیز، وقتی کسایی که سزیرین میشن و بسیار ضروری هست از روی شکم طفل گرفتن، و دیگه کدام اشخاص هستن؟ کسایی که ستون فقرات یعنی استخوان بندیشان بسیار کوچک میباشن، آنها ولادتشان مشکل میباشن، از این خاطر یا طبیعی ولادت کرده نمیتونن. یک باری که سزیرین شدین، مثلا سر یک طفل، طفلای بعدی هم سزیرین میشن. پس بعد از سزیرین چی کنیم؟ کدام ترسیم اوقات را یا مثال کدام کارا را انجام بدیم که به ما، به وجود ما ضرر نرسانه و زودتر خوب شویم، در آینده پس نرمال زندگی را پیش ببریم؟ که اگر ما به این قسم درست متوجه خود نباشیم، خطر جانی به ما داره و ما هیبی میمانیم. پس چی کنیم؟ خان چند چیز را به نظر بگیرین که وقتی که سزیرین میشین تا 6 ماه چیز رنگ قیل نکنین، دوش نکنین، ورزش نکنین، مثلا نماز خواندن است، اگر نماز میخوانین به اشاره بخوانین، شیشتن مثلا اگر در تشناب دمام کردن میشینین، به زانو نشین، کوشش کنین زیر پایتون یک چوکی یک بونین بشینین، و در کموتایی که زمینی است، یعنی وطنی که بعد زانو میشینن به پایین میشینن قسم نشینین، مثل چوکی واری کموتای خارجی که است بلند مانند چوکی دو کوشش کنین بشینین، اگر ندارین بخرین، از او چوکی رکایشان فروخته میشه. و دیگه ای که شما اگر آب می نوشین، آب نرمال بنوشین، آب یخچال ننوشین که هر قدر گرمی بی باشه. دیگه ای که سرکه، ترشی، تندی ای چیزا را نخورین، خاطر که از داخل زخم تازه میکنه. بانجان سیاه، رومی، خربوزه، این چیزا را نخورین، چون این 3 چیز که هست زخم 100 ساله را تازه میکنه. و چیزای قبضیت نخورین، مانند گوشت زیاد، لوبیا نخود، ماش که بادگین باشه و در تشناب کردن به شما مشکل شوه، زور زیاد بزنین چون از داخل کوکا باز میشه. اگر قبضیت باشین شما که تشناب زور میزنین، میاییم بچیم آچیغ نزن خواه کده. اگر شما قبضیت باشین در تشناب برین زیاد زور بزنین، کوکا از داخل باز میشه. و اگر چیز گرنگ قیل کنین،
کوکا امکانات باز شدن از داخل و از بیرون است. اگه مثلا دوش کنین یا مثلا در زینای بسیار بالا تا بالا شوین، مونده شوین، امکانات باز شدن کوک ها از داخل شکم است، از داخل است. و چیزایی که گفتم ترشی بود، چیزایی که گزک میکنه، هاپ میگیره، عفونت میکنه، یا استفاده نکنین به خاطر از اینکه از داخل چون زخم تازه میمانه، چون خون است، گوشت تازه میپوشه به داخل، بیرون پوست است زود خوب میشه به خاطر که هوا میخوره. و دیگه ای که اگر مثلا بعضی ها میگه که شکمت کلان شده، کوشش کنین که ایره بسته کنین، شکمتون رو بسته کنین، در وقت عملیاتی کار نکنین، چون فشار از داخل میاد، داخل بسیار ریبی میشه. کوشش کنین نرمال باشین. و دیگه ای که تازه تازه که شما کوکایتان کم خوب شد، همراه هایس پک کوشش کنین که تکور کده برین تا یک ماه دو ماه، و او را قسم لباس بپوشین که او برز و عوا برسه به او زخم، که او زخم زود پوستش جمع شوه و پوست خوب شوه، بهترتر شوه. اگر شما میگین یعنی بعد از سزارین یا بعد از ولادت شما وزنتون بالا نره، کوشش کنین که چیزای چربی زیاد نخورین، روغن باب، سرخ گده و چیزا نخورین، برنج و کچالو و چپس یه را پریز کنین، نانای گندم کم کنین، نان جو، نان سمی سیلوی سیاه که هستن، نانای سیاه ازی بخورین، دیگه چیزای نرمال. و به خاطر اگه شیرتون میگه زیاد شوه، به خاطر شیر مایات زیاد میکنه. هر قدر شما مثلا جوس می نوشین، شیر تازه، چای، چیزها رو می خورین، اونم قدر شیرتون زیاد میشه. ترکاری باب، سالاد مثلا می خورین یا سبزیجات زیادتر می خورین، این شیر زیاد میکنه. دیگه گوشت و برنج یا زیاد نمیکنه، وزن شما رو بالا میبره و شکم چربی زود میگیره. خانمایی که زیادتر چربی شکمشان میگیره، او از بعد از ولادت چون پوست کلان میشه، وقتی که پرهیز نمیکنن، ورزش نمیکنن بعد از ولادت، او دیگه هم شکم کلان شده میره و باعث از این میشه که او بسیار میرنجه و برش رنجاور میباشه که چرا شکم کلان شد، چه قسم کنم خورد کنم. در اوایل اگه متوجه ساعتتان باشین، متوجه شکم باشین، ما و شما دیگه زود کلان نمیشه شکم. شکم خانما در صورت کلان میشه که ولادت میکنن، بعد از ولادت پریز نمیکنن و احتیاط نمیکنن، نمیسته که شکم های ما کلان میشه، چون پوست ما کشال میشه، پوست ما کش پیدا میکنه، مثل پخانه واره میپنده. از این خاطر با او تر ترکی که میشه، درز درزی که میشه، و کلش از تاثیر کش طفل میباشه که در شکم کلان میشه و پوست از داخل پاره میشه، و پاره که میشه کف 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 میشه. و کسایی که سزیریه نشدن میخواین که شکمشان خرد شوه و پس احتیاط کنن، اینمی چیزایی را گفتم. شما شمیات و چربیات و شیرنی بابا بند کنین، شیرنی، چربی، شمیات، چیزایی که شمیات دارن، مانند برنج، کچولو، چپس، روغن باب، سرخ کده، بوره چیزی که شیرین است، کیک است، جمله کیک ها و جلبی، کلچه و چاکلیت و شیرینی و چیزا پریز کنین. از اینکه پریز کدین، هر صبح میخزین 1-50 بار حرکت شکم برین، هر قدر زیاد برین بهتر تر است. حرکت شکمتان برین بعد از ولادت، حرکت هایی که می باشه که از های تناسلی که خورد میشه و ستون فقراتان جمع میشه، رحمتان پس بالا میده، جای جای به جای میشه. دیگه که شکمتان خورد میشه، پس به حالت نرمال میاین، شما برمیگردین و ورزش ها را برین. این برتان بسیار خوب است، بسیار فایده داره و شما نمیرنجین. حاجت از این نیست که شما برین دوا بگیرین به خاطر لاغری یا برنجین هر چیز بخورین. خب دوست عزیز، خدا کنه که سوالات شما را حل کرده باشم. بازم خواهره که از من سوال کرده بودن، خدا کنه که شما جوابتان را گرفته باشین و تا اندازه مشکلات شما را حل کرده باشم. دیگه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستم. شما را به خداوند یکتا و لایزار میسپارم. تشکر دوستای عزیز از کمنت هایتان، از حمایت شما و از اینکه مرا فالو میکنین. شما
یک جهان سپاس دیگه، شما را به خداوند یک دا لیزار بسپارم. خداحافظ.